بنچ رو سعید نزدیک ظهر چقدر میخوابی؟ صبح بخیر ستاره خانم. آی چقدر گشنمه. یکی کنون رو صندوق هست. ببینم کره ای پنیری نیست. کار پیدا کردی؟ یه هفته از آتله باته. نه نگران نباش ستاره خانم، بالاخره اون کاری رو که دوست دارم پیدا میکنم. ببینم اون دنبم رو چی کار کردی؟ آها همین جاست. جانم جان بنازم سیبینو. تا را بیفته هوا تاریک شده. سلام آقا سعید، ببینم چی شد؟ بالاخره تصمیم گرفتی یا نه؟ نه خواجه، کار شما به درد ما نمیخوره، ما اهلش نیستیم. ای بابا، آخه برای چی جونم؟ این کارا برای ما کوچیک جونه. پس بگو میخوای یه شبه بدون زحمت پولدار بشید، درست میگم یا نه؟ من همین الانشم کلی پیشنهاد دارم خواجه. میخوای یکیشو بگم که هوش از سرت بپره؟ جناب حاکم خواسته که پیشکارش بشن. پیشکار جناب حاکم؟ بله. کانکنگ بابا همه منتظرن آقا سعید. آره خلاصه خواجه گفت که همه طلاها رو بردار برای خودت. گفتم نه خواجه، فکر کردی به خاطر طلاهاست که دخل دوست داره آوردن؟ بابا ایوالا، ببینم تو که توی شهرت انقدر شهرت داشتی پس چرا همون تو شهرت نموندی؟ خودت جواب خودت دادی جوان، شهرت چیز بدیه واسه همین نموندم. حالا چی کار میکنیم؟ راستش جناب حاکم پیغام داده بشم پیشکارش. چی؟ پیشکار جناب حاکم؟ بله البته هنوز فکرامان نکردم. باورتون نمیشه نه؟ بابا قبول کن، برای چی لگت به بختت میزنی؟ آره بابا هوای ما رم داشته باش، میدونی که چی میخوام بهت بگم. حالا ببینیم چطور میشه، شما هم نگران نباشین، هواتونو دارن. بنازم به آدم چیست فرق. ای فلک، چی میشد اگه واقعا پیشکار حاکم بودن؟ جناب پیشکار، اوامرتون مو به مو اجرا شد. خب دیگه میتونی بریم. جناب حاکم بنده رو احضار فرمودم. بله پیشکار، میخواستم بهت بگم اگه تمام دنیا رو میگشتم پیشکار به خوبی تو پیدا نمی کردم. چاکرم قربم. حالا برو پاداش تو از داخل صندوقچه جواهرات بردار. Thank you.
آی. دنبه کجاست؟ چی شده؟ امروز زود از خواب پا شدی؟ تازه ظهر شده. من کم خوابیدم، کسلم ها. اون دنبه کجاست خانم؟ گربه اونو خورده. ها؟ وای بدبخت شدم. حالا با چی سیبیلم رو چرب کنم؟ دیشب چه خبر بود؟ چرا اینقدر دیر اومدی خونه ها؟ تو جنگل چند تا گرگ بهم حمله کردن. حتما تو هم همه رو لط و پار کردی. آره؟ خلاصه با ماش درست کوبیدم وسط پوزش، یه نالهی کرد و افتاد زمین. بعدش چی شد؟ آقا یکی دیگه که تقریبا اندازه یه خرس بزرگ بود از پشت پرید و گردن منو گرفت. منم نامردی نکردم، سرشو گرفتم و بردم بالا و با کمر کوبیدمش زمین. چشمتون روز بعد نبینه، کمرش ترقی صدا کرد. خیلی دلم براش سوخت. ایوونکی اون حقش بوده. البته نمارد، گرگای دیگه اومدن اونجا بردنش. چجوری؟ هیچی، دوماشونو گذاشتن رو کولشونو دبارا که رفتی. یه دفعه صدای حاکم رو شنیدم که زل زده بود به من. آفرین بسر جان، آفرین. آقا دیدم یکی سوار اسب سفید و کمان به پشتش وایساده جلو رو. بقیه گرگا رو بگو. گرگا دیگه بقیه نداره بابا، بقیه شو بگو. آره داشتم میگفتم، فکر کنم حالا از شکار چیزی برمیگشت. گفت خیلی پردل و جرعتی جوان، این ملک و دیار بهت احتیاج داره، میخوام از امروز به بعد پیشکار من بشی جوان. نوباز کنید که نواجب دشتی ببندن. اینجا چه خبره؟ قربان معرک هست قربان. شورش که نیست. نه 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 جناب حاکم، من داشتم خاطره تعریف میکردم جان شما. ببینم تو کی هستی؟ قربان چاکرتون تازه به این شهر اومده، اهل بشتام. گفتی بشتام؟ بله. پیشکار رو ببینید. حاکم اصلا تحمیلش نگره. همش چاخان بود. بریم بابا. تا به حال ندیده بودم کسی بتونه با این زبون این همه آدم رو دور خودش جمع کنه. اگه بخوایی پردخونی یادت میدم، هرچی هم در آوردی ناز شست. پردخونی؟ صبر کنم.